با نام یاد خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 9 صبح از تلویزیون ملی افغانستان خوش آمدید. جنرال جان نیکولسن قماندان عمومی ناتو در افغانستان میگوید که ایالات متحده آمریکا و ناتو در کنار مردم افغانستان در برابر تروریستان و دشمنان مردم این کشور به مبارزهشان ادامه میدهند. وی تأکید می کند که آنان هرگز به تروریستان اجازه نخواهند داد تا بار دیگر افغانستان را برای خود لانه های امن بسازند. در همین حال هوگو لارنس شارژ دافیر خاص سفارت آمریکا در کابل از پاکستان خواست تا در برابر گروه های حراس افغان اقدام نماید و دیگر اجازه ندهد امنیت افغانستان و منطقه را به تهدید موجه سازد. جزئیات بیشتر در گزارشی از علی حسنیار. جنرال جان نیکولسن قماندان عمومی ناتو در افغانستان با شارژ دافیر خاص سفارت آمریکا در کابل روز پنجشنبه که در یک نشست مشترک خبری پیرامون راهبرد جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان صحبت می‌کردند گفت که کشورهای عضو ناتو و ایالات متحده آمریکا مصمماً تا در افغانستان بر ضد تمامی گروه‌های تروریستی و مبارزه جدیشان ادامه دهند. در ماه‌های آینده نیروهای حمایت قاطع مشوره‌دهی و آموزش به نیروهای امنیتی افغان را ازدیاد می‌بخشد و قوای هوایی افغانستان بیشتر تقویت خواهند شد. ما به حمایت از نیروهای امنیتی و مردم افغانستان برای نابودی داعش بقایای القاعده و دیگر گروه های تروریستی ادامه می دهیم. قماندان عمومی ناتو در این نشست خبری تأکید کرد که دشمنان مردم افغانستان در میدان های نبرد شکست خوردند و آنان راه جز برگشت به صلح را ندارند. پیام ما برای طالبان ساده و واضح است. جنگ و وحشت را در برابر مردم افغانستان متوقف کنید، کشتار را متوقف کنید و سلاح به زمین بگذارید و در کنار مردم افغانستان به زندگی مسالمت‌آمیز برگردید. در این حال شارژ دافیر خاص سفارت آمریکا در کابل بر افزایش فشارها بر طالبان به منظور کشاندن این گروه به گفتگوهای صلح با دولت افغانستان تاکید می‌ورزد. ما باید فشار را بر طالبان نگه داریم تا ناچار به گفتگو با حکومت افغانستان گردند و جنگ کنونی پایان یابد. برخی از عناصر هنوز هم از طالبان پشتیبانی میکنند و ما از کشورهای منطقه میخواهیم تا دست همکاری را به حکومت افغانستان داده و پاکستان و هند در این زمینه نقش ایفا نمایند. این در حال است که اعلام راهبرد تازه آمریکا در قبال افغانستان با واکنش های گوناگون در داخل و بیرون از کشور مواجه شده است. مقامات امنیتی در بغلان از کشته و مجروحیت 18 تن از نیروهای طالبان در نتیجه یک درگیری مسلحانه در ساحه کلگی ولسوالی دوشی این ولایت خبر می دهند. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم ذبیح الله رئیس‌زاده. طالبان در یک اقدام غیر مترقبه بالای بازارک کلگه ولسوالی دوشی حمله نموده و مسیر شاهراه بغلان کابل را بر روی ترافیک موقتاً مسدود ساختند. اما در نتیجه عملیات تصفیهوی که به گونه مشترک از جانب نیروهای امنیتی در مقابل طالبان انجام شد، 8 تن از افراد طالبان کشته شده و 10 تن دیگر آنان مجروح شدند. عبدالحی نعمتی والی بغلان همراه با جنرال شورگل معاون وزارت دفاع ملی، جنرال امیرگل حسین خیل عامر امنیت پلیس و رئیس امنیت ملی بغلان که از ساحات تصفیه شده از وجود طالبان و گشایش مجدد شاهراه بغلان کابل بازدید می نمودند، فعالیت های سربازان نیروهای امنیتی را مورد تقدیر قرار داده و مدعی شدند که این نیروها طالبان را در هر گوشه و کناری از این ولایت هدف قرار خواهند داد. در این حال شماری از باشندگان بغلان نیز فعالیت های نیروهای امنیتی را در مقابل گروه های تروریستی ستوده و خواهان ریشه‌کن نمودن لانه های اصلی طالبان در اراضی بغلان شدند. و خبر اخیر هم، مسئولان محلی ولایت لوگر به منظور تقویه نشرات، رسیدگی به مشکلات و همکاری از بخش‌های نشراتی، اداری و تکنیکی آمریت رادیو تلویزیون ملی لوگر بازدید نمودند. سید آقا حکیمی از ولایت لوگر جزئیات می‌دهد.
تلویزیون ملی ولایت لوگر که یکی از رسانه‌های دولتی بوده و به شمول مرکز و 6 واحدهای اداری ولایت همجوار را نیز تحت پوشش نشراتی رادیویی قرار داده و 17 ساعت طبق پالیسی رادیو تلویزیون ملی افغانستان نشرات محلی رادیویی و 11 ساعت ریلی تلویزیون ملی افغانستان را می نماید. به همین منظور محمد حلیم فدایی والی ولایت لوگر جهت رسیدگی به مشکلات تقویه نشرات از بخش های مختلف اداری، نشراتی و تکنیکی آمریت مذکور دیدن نمود و وعده همکاری نمود. والی لوگر در جریان بازدید از تهیه برنامه ها، ارائه و انعکاس معلومات دقیق به هموطنان اظهار خرسندی کرد و گفت که مقام ولایت در عرصه انکشاف نشرات این رسانه ملی از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نمی ورزد. این بود اخبار این ساعت. از توجه و همراهیتان سپاس. وقت بخیر. خدا نگهدار.